أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. از کلمات نورانی مولود دیروز امام سفیدرویان محور حق قرآن ناطق است که فرمودند مردم بیدار و هوشیار باشین، تقوا را حفظ کنین و با تقوا خودتان را از هر آسیب و از هر خطر و از هر ضرری و زیانی محافظت کنید. الا فسونوها و تسونو بها. امید است که هممون به این مسئله به عنوان یک محور و یک متد سعادت و خوشبختی توجه داشته باشیم. در خطبه اول بحث انفاق را که یکی از راه‌های سعادت است با موارد و در واقع امکانات و اعتبارات که هر انسانی در زندگی بخشی از اونها را داره با فروز و فراز، بالا و پایین یا فرود و فراز، یعنی کم و زیاد همه ما از یک امکانات برخوردار هستیم، بحث انفاق مطرح میکنیم. خطبه دوم میلاد آقا امیرالمومنین موضوع اصلی است. انشالله به بخشای از این بزرگی و کبریایی و عظمت اشاره خواهیم کرد. اگرچه وفات حضرت زینب سلام الله علیها که فردا نیمه رجب هست از مناسبت های تاریخی و اسلامی است. مسئله تغییر قبله در سال دوم هجری از بیت المقدس به سمت مکه بازم مناسبت است. مسائل مربوط به افغانستان از موضوعات است که اشاره خواهیم کرد به هرچه رسیدیم. اما مسئله انفاق، انفاق به معنای این که بخشی از امکانات من برای سعادت دنیا و سعادت آخرت ما در اختیار دیگران قرار بدیم. حالا بحثای لغوی و خلاصه ریزی هم داره، با اونها نمی پردازیم. آیات و روایات این مسئله را خیلی جدی و مورد توجه قرار داده.
یکی از نکاتی رو که باید توجه بکنیم، تا امکانات هست، تا شرایط آماده است، برای انفاق برنامه ریزی بکنیم، و الا ضرر خواهیم کرد و یقینا پشیمان خواهیم شد. به همین دلیل است که قرآن تأکید میکنه به عنوان یک نسخه، به عنوان یک راه درمان و علاج، و انفقوا مما رزقناکم، نمیگه فقط از پول، هر چی دارین انفاق کنین، من قبل ان یأتی احدکم الموت، وقتی مرگ سراغمون آمد دیگه انفاق از ما گرفته شده. خیلی نکته مهمیه. اونه که ما را خوشبخت میکنه همین تذکراته. خب اگر نماز جمعه این همه ثواب داره، حج فقرا هست، تحلیلش اینه که اینجا بشینیم راه ها را یاد بگیریم. اگر مجلس اهل بیت این همه سفارش شده، دلیلش همینه که بیداری به وجود بیایه. میفرماید و انفقو مما رزقناکم، از اون چه که خدا به شما داده انفاق کنین، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اونی که سراغ یکی شما مرگ بیایه. یعنی یقینا مرگ میایه. خب آدم زرنگ کسیه که قبل از مرگ انفاق میکنه. بعد او زمان میگه چی؟ فیقول ربی اخرتنی لولا اخرتنی الى اجل قریب، حالا تقاضا میکنه که مرا برگردان. نمیشه، به شما دستور آمده، راهنمایی شده که قبل از مرگ انفاق بکنید. باید به فکر انفاق باشیم، برنامه ریزی بکنیم از امکانات ما. حالا بعضی ها میگن خب ما پول نداریم. اگر داشتیم، اگر پول نداشتیم، آبرو داریم، زبان داریم، قدرت ایجاد رابطه داریم، میتونیم کدورت ها، فاصله ها را از بین ببریم. حالا عرض میکنم، یک بحث اینه که انفاق بکنیم، چون بحث خیلی مهمه. از اون طرف آیات این بحث دنبال میکنه، میگه اگر انفاق نکردیم چی؟ هم تأکیدی بر انفاق میکنه و هم خطر و در واقع آسیبی کسانی را که انفاق نمیکنن اونا را هم مطرح میکنه. و ما لکم لا الا تنفقوا فی سبیل الله، میگه چرا انفاق نمیکنی؟ در حالی که تو فکر میکنی اگر انفاق نکنی خب پولت میمانه، سلامتیت میمانه، آبروت خرج نمیکنی، میگه خب بالاخره همیشه من آبرومند باقی بمانم. در حالی که اگر آبروت خرج کردی بیشتر میشه، انفاق کردی بیشتر میشه، رفتی کسی را مشکلش حل کردی انرژیت بیشتر میشه. میفرماید ولله میراث السماوات والارض، این میراث آسمان و زمین فقط برای خدا میمانه، برای دیگران نمیمانه. ما نگاهی به پشت سرمون بکنیم، یک نگاهی بالاخره به اون چی که در پیش رو قرار داره داشته باشیم، خیلی تحولات ایجاد میشه. بعد خداوند این بحث مطرح میکنه، اونایی که قبل از فتح مکه انفاق کردن با اونایی که بعد از فتح مکه انفاق کردن برابر نیستن. خب بعض وقتا شرایط زندگی اجتماعی خیلی سخت میشه، اونجا باید بیشتر به فکر انفاق باشیم. خب طبیعیه، در هر شرایطی یک عده روزگارش به مشکل برمیخوره، عده دیگر در همون شرایط دستشون بازه، اونا باید جدیتر سراغ این ماجرا بروم. بگذاریم، حالا اگر انفاق کردیم نتیجهش چیست؟ اینا واقعا بحثای اجتماعی روز ماستا. خب جامعه ما امروز در یک ناآرامی شدید دارن به سر میبرن، امنیت روانی. میدونید مشکل روانی یک چیزیست که هممون داریم حس میکنیم. اینه به عنوان یک نکته هدایت و سعادت و شفا برای همه، از فرد کوچک جامعه اسلامی عرض میکنم تا بزرگترین شخصیت هایی که در جامعه اعتبار دارن. واقعا
قرآن ما همه چیز گفته، شرطش اینه که ما دل بدیم و عمل بکنیم. میفرماید اگر در جامعه انفاق صورت گرفت، یکی از آثارش اینه که آرامش روحی روانی به وجود میاد. هرگاه انسان با او برنامه‌ای که خدا در نظر گرفته کار شروع بکنه، رضایت مردم، رضایت جامعه. حالا شما ببینید اگر مثلا امکانات در یک خانه، در یک شهر باشه و همه مردم بدانن امکانات در اختیار همه است، حالا کم زیاد مهم نیست، ولو کم باشه، وقتی مردم ببینه اون مقدار کم در اختیار همه است، دیگه احساس آرامش میکنن نمیکنن؟ میگن آقا همینه دیگه. شما خانه کسی میری دارایش محدوده، سر سفره میاره. وقتی فرزندای خانواده میفهمه پدرشون این مقدار امکانات داره و اونم در اختیار همه هست، دیگه همدل میشن. یکی از آثار انفاق این است که آرامش روحی روانی برای اون کسی که انفاق میکنه میاره بیشتر و برای دیگران. اینایی که دنبال اینن ثروت اندوزی بکنن، امکانات یک جای خلاصه سرمایه گذاری کنن ببرن خارج، به این فکر را هستن زرندوزی بکنن، اینا متوجه باشن آرامش در اینا نیست، آرامش در انفاق است. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ادامه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که در راه خدا خرج میکنن اینا دیگه آرامش کامل دارن. معمولا اونایی که دنبال مخفی کردن و چپاول و برنامه‌هایی که به نفع عده خاص تنظیم و ترتیب میشه، اونا نگرانن. اهل انفاق هیچ وقت احساس نگرانی نمی کنن. دومین اثر انفاق اینه که پیامدهای مثبت داره. زندگی آدم پشتوانه پیدا میکنه. یک کسی که انفاق میکنه چقدر دعاگو داره، چقدر دلها و جانها برای سلامت او، برای پیشرفت او دعا میکنن، از خدا سعادت و خوشبختی او رو میخواهن. این یکی از پیامدهای دعا. شما یک کسی رو در یک قریه، در یک شهر ببینین که اهل خیر است، به یتیم میرسه، بالاخره به همسایه میرسه، به پدر میرسه، به خواهر و برادر و خلاصه آشنا میرسه، هر کسی که به او محبتی کرده برای سلامت او، برای پیشرفت او دعا میکنه. این بالاترین، ما که معتقد به دعا هستیم، بخش عظیمی از قرآن دعاست. این دعاها پشت سر منفقه. سومین اثر انفاق غفران و آمرزش الهی است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض والله یعدکم مغفرة من. وقتی انفاق کردین خدا میبخشه. کی هست که در زندگیش خطایی نداره، درآمدی خلاصه شبهناک نداره؟ بیاییم اینا رو با انفاق اصلاح کنیم. چهارمین اثر انفاق تزکیه است. مال پاک میشه، به خدا انسان نزدیک میشه، اموال انسان رشد میکنه. اینا همش نتیجه انفاق است. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. تو فکر نکن الان خرج میکنی دیگه ضرر میکنی، پشت سرش پر میشه، جاگزین میشه. من هم اینجا عبارتی عرض میکنم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود انفق، خرج کن، انفاق بکن، یقین داشته باش پر میشه. در روایات داریم خمس بدین کلیدی روزی تانه، کلیدی روزیست. ما باید کلیدها را پیدا بکنیم، راهها را پیدا بکنیم. کاملا انفاق امنیت اقتصادی برای جامعه میاره. وقتمون ایجاب نمیکنه بیشتر سراغ این بحثا برویم. متاسفانه
در کشور ما این مسائل خیلی مورد توجه نیست. من به همه عرض میکنم و مسئولین و متمولین و تجار و خودمان و اشخاص خیلی به این فکر نباشیم یک روز خیلی امکانات گیرمان میاد بعد خرج میکنیم. اونی که اهل خرج کردن و انفاق است از اون کوچیک ها استفاده میکنن، ولو کوچیکه، اما خدا که نیاز نداره. خدا میگه شما با هم دیگه مهربان باشین، منم درهاش باز میکنم، میام راهشه. شما اصلا شروع میکنی به تجارت، شروع میکنی به کار، اصلا مکتب میخوانی، با خودت یک برنامه بریز، بگو آقا امکانات اگر داشتم این کارا رو میکنم، خدا زمینش فراهم میکنه، پیش خدا همه چیز آسانه. بگذاریم، برکت عمومی میاره. چرا دهه هاست کشور مواجه با این مشکلاته؟ آخه خیلی دردآور است. امروز مثلا 80%، حالا میگیم کمتر، 70%، 60% ملت ما نیاز به مسائل مادی و غذا و خلاصه امورات اولیه داشته باشه. خب چی شده؟ یک جای کار میلنگه. اگر نلنگه چرا حل نمیشه؟ آب نداریم، زمین نداریم، منابع نداریم، کار نمی کنیم. برنامه ها بر اساس قرآن حرکت داده نمیشه، برنامه ریزی نمیشه. باید عاشقانه مسائل انفاق را دنبال بکنیم. اینه که بیاییم با اجبار، با فشار ایرارت باز نمی کنن. تاجر ما، ثروتمند ما، قدرتمند ما، آحاد افراد باید مهربان باشیم. این واقعیت ها را داره میبینیم. میگه تو اگر بخوری یک موجود با دو تا چشم تو را نگاه میکنه و او غذایی که تو داری میخوری نگاه بکنه از او به او ندهی، گرفتار یک بلایی میشه که درمان نداره. حالا این برای اینه که ما بفهمیم، نمیشه یک گروه بیان بخورن و خلاصه استفاده کنن، لذت ببرن، دیگرا گرسنگی و سختی را تحمل بکنه. این قانون خدایی را قبول نداره، خراب میشه. اینا را از قرآن یاد بگیریم. حالا به کیا انفاق بکنیم؟ بالاخره انفاق هم یک برنامه است، یک مدیریت لازم داره. در روایات داریم که خانواده انسان، اقارب انسان، نزدیکای انسان در اولویت هم. یسالونک ماذا ينفقون، یا رسول الله از تو سوال میکنن به کیا انفاق کنن. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. خب معلومه پدر مادر حق داره، حق اولویت دارن، اولویت دارن. خب نمیشه آدم امکانات داشته باشه پدر مادرش استفاده نکنه. والاقربین، خب ما اقوام نزدیکمان اگر نیاز دارن اونا اولویت دارن. بعد یتیما اولویت بعدیه. خب باید به یتیم کمک بشیه، نه اینه که به قوم ثروتمند و خلاصه توانمند خودش آدم کمک بکنه. والمساکین، اونایی که مسکینن، درمانده هستن. متاسفانه این مسیرا فراموش شده. میگیم آقا از قوم ما، از تبار ما، از ایل ما، اینا نشد. اینا با دستورات قرآن در تضاد است. خیلی دستورات قشنگ، سازنده و اصلاحگر در دین ما هست، متاسفانه استفاده نمیشه. روایات را که اینجا آماده شده عرض بکنم، پیغمبر فرمود افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله. بعضی وقتا با خانواده سختگیری میشه، نه باید حقشون رو بدید رعایت بکنید. بهترین پول و پول است که خرج خانواده میشه. فرمود بهترین صدقه صدقه به ارحام است. خب اونایی که رحیم ما هستن، اونا نیاز دارن، به اونا باید رسیدگی بکنیم. همینطور دستورات سازنده و زیبایی درباره انفاق داریم. حالا وقت ما خیلی ایجاب نمیکنه، چون خطبه دوم مطالب زیاده، مخصوصا که امروز جمعه در جمع نمازگزاران معتکفین عزیزم هستن. این برنامه نورانی و زیبایی که خواهران و برادران در سطح خلاصه کشور ما توفیق دارن، مخصوصا در این مرکز
نور و الحمدلله عبادت، خواهران زیادی و تعدادی از برادران هم توفیق خلاصه اعتکاف و خلوت با خدا را پیدا کردن، با اونا هم برسم. حالا انفاق گاهی از ماله، خب اونایی که امکانات دارن نگیم باید زیاد داشته باشیم، از کمترینش استفاده بکنیم. گاهی هم انفاق از آبروست. خب جوان میخواد ازدواج بکنه، میدانی جوانی آبرومندیست، خوبه، دختری را انتخاب کرده، خودش نمیتونه، از آبرود استفاده بکن. مهم نیست قومت باشه بیگانه باشه، بالعکس دختر میخواد ازدواج بکنه، شرایطش طوریست که یه مثلا فرد خوبی را انتخاب کرده، بریم از آبرومان استفاده بکنیم. حکومت یه کسی را داره اذیت میکنه، بریم از آبرومان استفاده بکنیم. مسائل اجتماعی، قومی، فامیلی، خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم، هر لحظه آبروی ما خلاصه میتوانه منشه خیر باشه. از عقلمان، از فهممان یکم حوصله داشته باشیم. آدمایی را که بلد نیستن، خوب نمیتونن زندگیشان رو مدیریت کنن، راهنمایی کنیم. گاهی یک راهنمایی به مراتب از پول دادن بیشتر به نفع او آدمه. از عقلمان، از تجربه‌مان استفاده بکنیم. خب سواد داریم، یکی تا سواد ندارن، بریم از علممان انفاق بکنیم. اینطوری نیست که انفاق فقط تا میگیم مسائل مالی باشه. یکی از مهمترین انفاقها انفاق مالیه. انفاق زبانی، خب راست بگیم، حق بگیم. آقا وقتی میبینیم یک حق داره پامال میشه، باید بگیم. بالاترین جهاد گفتن حق. همین امیرالمومنینی که این همه بزرگ ادعی بودن، چیزایی را دیده بودن، انکار کردن، بعدا خیلی حسرت میخوردن، میگفتن ما شاهد ماجرا بودیم اما نگفتیم. بعضی هاشون نابینا شدن. آقا این زبان برای این است که ما برای روشن کردن ازش استفاده بکنیم. بعضی ها میبینی به کسی داره ظلم میشه داخل محل، آقا میفهمه، آبرو هم داره، گپ نمیزنه، میگه حالا ولش کن. چی ولش کن؟ بابا نگفتی همطوری میشه، تو نگفتی، من نگفتم، اون نگفته، که حق زیر پا میشه. و قل جاء الحق زهق الباطل. پیغمبر بگو حق قیامت باطل نابود میشه. یعنی اگر مردم حق بگن، طرفداری و حمایت از حق رسم و عادت مردم بشه، دیگه باطل ها میره. بعضی ها فکر میکنن حق باید بیایه خودش جا باز بکنه. با گفتن، با حمایت کردن هم جا باز میکنه. از زبانمان استفاده بکنیم. امروز واقعا گاهی باید بشین آدم گریه بکنه. آخه قرآن ما یه دستور را داده. قرآن میگه از کافر، از منافق اگرم انفاق کرد نپذیر. جالبه یک بخش از آیات قرآن این بحث مطرح میکنه که مسلمانان، مؤمنان از پذیرش انفاق و صدقه منافقان و کافران باید برحذر باشن، یعنی قبول نکنن. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم ان کنتم قوما فاسقین. میگه شما هر رقم با خوشی، بالاخره با ناراحتی، منافق غیر مسلمان اگر انفاق کرد قبول نیست. امروز جامعه اسلامی اونقدر کارش خراب شده که منتظر انفاق غیر مسلمان ها هستن. اینطوری نیست. آی بزرگان، آی شخصیت، آی حکومت های اسلامی، بشینیم فکر بکنیم. علما، خودم به عنوان یک عضوی از این جامعه باید این درد درمان بکنیم. چی شده؟ منتظریم که یک غیر مسلمان برای ما کمک بفرسته، بعد برای خوردن و تقسیم کردنش هم با هم دعوا میکنیم. و دلیلش اینه که با قرآن عمل نمیشه. اینجا بحث عدالت است، منتها عملش نیست. غیر مسلمان وقتی کمک میکنه، او فی سبیل الله کمک نمیکنه، او دنبال یک هدفیه، او دنبال یک آشوبه،
و دنبال یک فتنه است. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله. اونا پول خرج میکنن تا راه خدا را ببندن. آقا اگر به مکتب پول میدن، اگر به جریان های اجتماعی، همش دنبال یک هدفن. اما مدیریت ها از بس آسیب دیده، از بس مشکل پیدا کرده، امروز خیلی وقتا دنبال اینیم که چطوری امکانات از غیر مسلمان ها بگیریم. علی کل حال خیلی دستورات قرآن زیباست، کامل است، واقعا نسخه های شفا و هدایت و اقتدار و بصیرت در قرآن هست. امیدوارم که با استفاده از اینها روشن بشیم، عمل بکنیم. خدایا به این روز بزرگ، به این لحظات قسمت میدهیم، ما را با قرآن آشنا، عامل و با قرآن جامعه اسلامی را بیدار بگردان. مشکلات همه مسلمین، مخصوصا مردم غزه و فلسطین، مشکلات مردم افغانستان برطرف بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا فروا پیشه کردن سفارش میکنم. خیلی کوتاه عرض میکنم که برنامه های دعا، مناجات با خداوند و نزدیک شدن به حضرت حق آثار و برکات بسیار ماندگار و بنیادی در زندگی انسان داره. حضور انسان‌های با اخلاص، با سوز و با باور در مراکز عبادی تنها برکاتش مخصوص خودش هم نیست، برای دیگران هم این برکات نتیجه داره و اثر داره. بگذاریم که در روایات داریم حتی کسانی که اهل نماز نیستن از برکت انسانهایی که اهل عبادت و نمازن بهره‌مند میشن. خوشحال هستیم که سنت اعتکاف الحمدلله مورد توجه قرار گرفته در شهرهای مختلف. مؤمنین مؤمنات در این ایام ویژه، ایام البیست، 13 و 14 و 15 ماه رجب حضور پیدا میکنم، فقط به خاطر که ارجی به این برنامه عزیزانی که تنظیم کردن، کمک کردن، مدیریت کردن، شرکت کنندگان داشته باشیم و واقعا از دعاشان بهره‌مند باشیم و یقینا دعاگویشان هستیم. عرض میکنم که دعا یک مسیر بسیار زیباست. مؤمنین، خواهرها، برادرها، دعا گاهی در روایات اسلحه مؤمن معرفی شده، گاهی اسلحه انبیا، گاهی مغز عبادت معرفی شده. این خیلی مهمه. وقت آدم آیات قرآن بحث میکنه، مثلا من بحث انفاق اینجا امروز خدمت شما عرض کردم، بحث عدالت، بحث خدمت شما عرض میشه که مثلا برزخ، قیامت،
اما داخل دعا این مطالب خیلی خیلی عمیق مطرح است. بیاییم با دعا اونسی بیشتر پیدا بکنیم. همین ماه رجب که همه دوستان الحمدلله موفقن، دعاهای دم دست ما بود، دعاهایی که خلاصه یه مقدار برنامه ویژه لازم داره، حالا با اونا که خودمان هم خیلی بالاخره توفیق نداریم، همین دعاهایی که الان همه دوستان میتونن استفاده کنن در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، چه خدمت بزرگی کرده این شیخ بزرگوار، خدا رحمت بکنه، حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه استاد ما بودن، یعنی ما توفیق شاگردی ایشان داشتیم در مشهد مقدس چند سالی و منزل ایشان می رفتیم، هم خلاصه ایام فاطمیه و گاهی هم خلاصه نزدیکی خانهشان مسجدی بود، درس اخلاق می دادن، خدمتشان می رسیدیم. یه خانمی خلاصه منزل ایشان کار میکرد، می گفت گاهی آج آقا مفاتیح دور می زنه، صفحه به صفحه دنبال دعا می گرده. دعا اینقدر مهمه. من یک فراز از دعاهای ماه رجب و خدمت عزیزان فقط ترجمه میکنم. دومین دعا که در روزهای ماه رجب هر روز خوانده میشه، حالا بعضی دعاها مخصوصی نیمه رجبه، حالا مخصوصی مثلا 27 رجبه، اونا باشه، عمل اون به داوود که انشالله فردا دوستانی که دیروز و امروز و فردا رو میتونن روزه بگیرن، اینا حالا استثنائی، همون دعایی که هر روز میتونیم بخونیم. خواب الوافدون علا غیره، آنان که بر غیر تو بار یافتن ناامید شدن. آقا اگر میخوای ناامید نشی برو پیش خدا، اختصاص به هیچ کشوری به هیچ شهری هم نداره، اختصاص به هیچ انسان نداره، هر کس. خواب الوافدون علا غیره و خسر المتعرضون الا لك، زیان کردن ضرر کردن هر کس متعرض برای غیر تو شد، یعنی از غیر تو کمک گرفت. آقا این همه آیه داریم، والعصر ان الانسان لفی خسر، آیاتی که میگه انسان ها ضرر میکنن، میخوای ضرر نکنی با خدا رابطه رو برقرار بکن. رابطهش کجاست؟ همین دعاهای دیگه. باید به اعتکاف هم که میایید از اعتکاف هم یه چیزی یاد بگیریم بریم داخل خانه هامان، اگه زیارت هم میریم، کربلا میریم، مشهد میریم، نجف میریم، از اونجا با دعا انس بگیریم، مکه هم میریم. و اجرب المنتجعون، اونایی که دنبال سودن اما غیر از در خانه خدا رو میزنن، اینا همشان ناامید میشن. الا من انتجع فضلک، اونی که فقط دنبال استفاده از مسیر تو هستن، اونا ضرر نکردن. بابک مفتوح للراغبین، در رحمت تو بروی همه مشتاقان باز است. همه خیرک مبذول للطالبین، خیرت به همه خواهندگان. اگر کسی بخواد خیر خدا کم نیست که، ما من شیء الا عندنا خزائنه، هر چی بخوایم مرکزش خزانش پیش خداست. میگه من ببینم تو چقدر استعداد داری و اندازه استعدادت برات میفرستم. حالا بعضی وقتا دعا که میگیم بعد طرف کار نمیکنه، میگه ما دعا میکنیم، بابا کارت هم بکو دعا هم بخون. بعضی وقتا اینا رو باید بشینیم خوب یاد بگیریم، باور بکنید باید یاد بگیریم. بابا هم از نیروی خب قرآن اون طرف میگه که لیس للانسان الا ما سعا، بعض وقتا آدمای پیدا میشه که واقعا حجت بر آدم تمام میکنه. در هر شرایط افراد هستن که با تلاش و با دعا و با توسل و خلاصه با نظم در سخت‌ترین شرایط اینا دست خلاصه بازی دارن، شرایط خوبی رو مدیریت میکنن. رفقای عزیز بیاییم از این راه ها استفاده بکنیم. و نیلک متاحون للعاملین و رزقک مبسوطون لمن عصاب، اونایی که گناه میکنن تازه خدا اونا رو روزی میده. مگه میشه یک کسی خلاصه کار بکنه، دعا بخونه، با خدا رفیق باشه، کمک نشه؟ انشالله که من یک بخش عمومی را عرض کردم، دعاهای خیلی عمیقی در مفاتیح هست،
دوستان همونطوری که الحمدلله خدا را شاکریم که ما با این برنامه ها مجیبتن جزئیه آشنا هستیم، اهل دعا و آشنایی با مزامینیم و همینجا عرض بکنم هیچ آدرسی غیر از آدرس اهل بیت علیهم السلام این گونه با دعا و با این راه سعادت آشنایی نداره. شما در هیچ جای عالم کتاب مثل صحیفه سجادیه پیدا نمی کنید. روح دعاست، باور بکنید یه چیزای داخل این کتاب است که سعادت تضمین شده را انسان میتونه از اونا بگیره. بابا با پدر چطوری برخورد بکنی، با اولاد چطوری برخورد بکنی، با همسایه چطوری برخورد بکنی، برو دعاهای صحیفه سجادیه را بخون. همین الان بهتون عرض بکنم دعای همسایه ها را در صحیفه سجادیه بخونید، ببینید چقدر وضعیت ارتباطتان با همسایه هاتان خوب میشه، به شرطی که به 10% 20% خلاصه به مضمونای دعا عمل بکنید. خب تبریک عرض میکنم ولادت آقا امیرالمومنین تنها مولود کعبه امام سفید رویان را. خوشحال هستم که الحمدلله مثل خلاصه مناسبت های دیگر، مثل محرم، مثل اربعین، مثل فاطمیه، با همه خلاصه مشکلاتی که هست جامعه ما، مردم ما الحمدلله میلاد امیرالمومنین تجلیل میکنن و این تجلیل میلاد امیرالمومنین و این مجالسی که شما مردم میگیرین این خیلی برکات داره. حالا برین ببینین فضای مجازی ره. خب امیرالمومنین تنها کسی است که تنها انسان است که در مکه به دنیا آمده. حالا ما دیگه دنبال او بحثا نمیریم که قبول داره که قبول نداره، یک حقیقته. مثل دیروز 13 ماه رجب مادرش فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، او شخصیتی با او عظمت که پیغمبر خلاصه وقتی ایشان از دنیا رفت در مدینه، خب گفتم قبلنا خلاصه خودشان قبر که آماده کردن داخل قبر یه مقداری رفتن خوابیدن، عبای خودشان کفن فاطمه کردن، بعد گفتن یا رسول الله چرا اینقدر به این خانم محبت کردین؟ فرمود بعد از مادرم این بیش از همه کس به من خدمت کرده. خب این خانمی با یه بزرگی، حالا دیگه چی تئوری هست ماجرا، میگه رفت کنار خانه خدا که زیارت خانه خدا رو انجام بده، میفهمید که خلاصه درد به اصطلاح زائلن سراغش آمده بود. همطوری که رفت این یک نوع حجت بر ما، به خانه خدا نگاه کرد، خدایا تو رو به حق کسی که خانه رو بنا کرده احترام که این خانه داره و به این طفلی که در رحم من است درد زاییدن برای ما آسان بکن. دیوار خانه خدا شکافته شد. ببینی؟ دیوار شکافته شد، بیبی وارد خانه خدا شد، پس دیوار بسته شد. سه روزم هرچی کلین انداختن در باز نشد. خب این ماجرا نشان میده که این جریان استثنائیه. وقتی شما این مسائل در مجلس ها میگین میدونین چه برکات میایه؟ همون برکاتی که در ولادت امیرالمومنین در خانه خدا خلاصه نصیب بشریت شد، بخشش در این مجالس نصیب ما میشه. مثل شب قدره. من خوشحال هستم که الحمدلله در جای جای شهر کشور این تجلیل و این احترام و تکریم وجود داره. فرصت هم خیلی کم است صحبت کردن پیرامون شخصیت امیرالمومنین، کار آسان نیست. این بزرگوار از اون لحظه ای که به دنیا آمد مورد توجه پیغمبر بود. دیگه من نکات برجسته شه بگم، تاریخ می نویسه که وقتی خب از داخل خانه خدا بعد از 3 روز این قنداقه رو برداشت آورد، دیگه شما میدونین چی اتفاقی بود. پیغمبر دستور داد، هنوز پیغمبرم مبعوث به رسالت نشده بود، پیغمبر دستور داد که فاطمه بنت اسد گهواره علی علیه السلام رو کنار من قرار بده. این تکر دقت کنید، فرمود قدیما یادتونه بالاخره بچه ها در گهواره بود، فرمود که
گهواره را در کنار رخت خواب من قرار بده. از نخستین روزهایی که علی به دنیا آمده اساسا آدمی که فکر و اندیشه داره میفهمه. خب این دستور خداست، اگر دستور خدا برنامه خدا نبود چرا در خانه خدا دیوارش شکسته میشه؟ فرمود که فاطمه بنت اسد قنداقش کنار بستر من قرار بده، کنار رخت خواب من قرار بده. مثل مادری که بار شبها چند بار از خواب بیدار میشه و بچه رسیدگی میکنه، پیغمبر از اون لحظه به علی توجه داشت و این دستور خدا بود. این یکی از نکاته. وقتی بحث اخوت و برادری، یکی از بهترین راه‌ها اینه که ما بین مردم صمیمیت ایجاد بکنیم. دوستان، رفقا، بزرگان، این عرض میکنم هر کسی در جامعه اسلامی ذهنها را مخدوش میکنه، دلها را از همدیگه دور میکنه، این بزرگترین جنایت است. بزرگترین خدمت برای پیشرفت جامعه اسلامی همدلی است. سخنرانها، گویندگان، مسئولین، سیاستمداران متوجه باشند باید در جامعه اسلامی مسلمان ها با همدیگر با اعتماد و با صمیمیت زندگی کنند. هر که صمیمیت آره هدف قرار میده دشمن ماست، از کانال دشمن داره حمایت میشه. پیغمبر بین مسلمان ها مهاجرون و انصار برای که این فضا را معطر بکنه دستور داد بیرین با هم دیگه برادر عقد اخوت بخونیم. حالا فرزندی که از لحظه طفولیت خلاصه پیغمبر تربیت کرده، صدا زد علی جان شما برادر من باش، شما برادر من باش. اینا معناش اینه که علی رو باید بشناسیم. خیلی خیلی بزرگه، انصافاً بزرگیش شناختنش کار لازم داره، دقت لازم داره. نگاه کنین، ما فقط شجاعت علی را شنیدیم. بله، ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. نگاه کنین، این یک گوششه، اما بعض کارهای از علی ساخته بود که دیگر امکان، دیگران قدرت انجام کارا را نداشتن و ساخته از اونا نبود. علی خیلی صبوره، خیلی کارا ازش ساخته شده انجام. آقا خوابیدن در بستر پیغمبر که یقینا دشمنا آمدن که پیغمبر نابود بکنن، اونم با اون آرامش کاری کیه؟ اینو مقایسه بکنیم. صبر کردن در مقابل اون همه سختی هایی که در زندگی آقا شما وقتی تاریخ بخونین پیدا میکنین. نمیشه به اینا من یکی یکی بپردازم. از نظر آگاهی دیگی، از نظر خدمت علمی و تربیتی، انصافا بزرگترین خدمت به بشریت کرده، نمونه کامل انسان الهی است در تربیت. به اندازه مقامش در این عرصه بلند است که فرمود لوکش فلغتا مزدت ایمان یقینا. اگر پرده ها کنار برود چیز زیاد به یقین علی افزوده نمی شود. یعنی علی همه راه ها را رفته. اشعارش ببینید، سخنرانیاش ببینید. جلوتر جناب آقای مصباح از نهج البلاغه برای دوستان میگفت، برای منم خلاصه یک انگیزه شد، یعنی خلاصه در ذهنم بود، حالا بیشتر تداعی شد. خب ببینید، این نهج البلاغه همطوره که با قرآن، با مفاهیم قرآن خیلی عمل نمیشه، توجه نمیشه، الحمدلله حالا حافظ داریم، قاری داریم، اون تا اون چیزی که باید باشه نیست. این نهج البلاغه ای که سخن علی است، این چقدر بی‌توجهیه. یکی از راههایی که ما میتونیم نجات پیدا بکنیم، واقعا خوشبخت بشیم، نهج البلاغه است. بیاین نهج البلاغه را در مکاتب ما، بابا اونایی که قرآن حفظ میکنن چی اشکال داره نهج البلاغه را هم حفظ بکنن؟ خطبای نماز جمعه، امروز چند خطیب در نمازهای جمعه از علی و خطبه های علی میگه. بابا الان من اسناد میگم به سهم خودم. آقای ابن عبدالحدید، خب میدونین این بلاغه به سید شریف علی که شاگرد شیخ مفید، تقریبا در سال 400 هجری جمع کرد یک بخشی از سخنان حضرت علی رو، واقعا کار بزرگی هم کرد. بعدها این کتاب مورد توجه قرار گرفت.
جمله کسانی که آمد این کتاب را سرش مکس کرد، شر نوشت بر این کتاب، این جدید معتزلی از علمای اهل سنت. ایشان در بحث شرح نهج البلاغه به نکات بسیار ارزشمند توجه کرده، میفرماید سرچشمه دانش تمام دانشمندان اسلامی علم امام علی است. بعد توضیح میده، اینا رو بریم باید بخونیم، توحید و عدل و خب توحید یکی از مباحث قرآن مربوط به خدا، عدل یک بحث دیگری است، سایر مباحث مربوط به خداوند جز از این مرد الهی دانسته نشده، زیرا سخن دیگر بزرگان صحابه حاوی این مطالب نیست. میگه غیر از امیرالمومنین و بیانات امیرالمومنین این مطالب در سخن دیگران نیست، حتی این مطالب به فکر آنها خطور هم نمی کرد. بعد استدلال میکنه میگه اگر خطور میکرد اونا مطرح میکردن، اگر مطرح میکردن امروز جامعه بشری اونها را در زندگیشان مورد توجه قرار میدادن، مطرح میکردن، یاد میکردن. بعد میفرماد این یکی از بزرگترین فضیلت های امیرالمومنینه. امیدوارم که نهج البلاغه مورد توجه قرار بگیره. خب تسلیت عرض میکنیم، وفات دختر با شخصیتشان که افتخار پیدا کردن، علی به این بزرگی، زینب شد افتخار علی، زینت علی. باشه انشالله یه وقت دیگه، اما عرض میکنم این بی بی به قدر بزرگه، به قدر مجلله، به قدر شایسته است که وقتی میخواد بره زیارت قبر پیغمبر، حضرت علی به حسن و حسین امامان و سیدای جوان شباب اهل الجنه میفرماید خواهرتان میخواد بره زیارت قبر جدتان پیغمبر، بیاین هر سه نفری همراهی بکنی. یه عظمت زینب است. زینب کسی است که امام حسین لحظه خداحافظی میگه خواهر در نماز شب حسین فراموش نکن. حالا دیگه چون فرصت شاید نصیب من نشه که خلاصه از بی بی برای شما صحبت بکنم، فقط خواستم یاد بکنم و از روی اعتقاد میگم اگر میخواییم امام زمان به برنامه هاتان نگاه بکنه از زینب زیاد یاد کنیم، از اول فضل زیاد یاد کنیم. نکته آخری را که عرض میکنم، مسائل خب مربوط به جهان اسلام است. مسئله غزه و فلسطین واقعا یک جریان است که همه دلها را، دلهای انسانهای با وجدان و بیدار میسوزانه. ما امیدواریم از شما عزیزان، از معتکفین عزیز باور بکنین این دعا خیلی اثر داره. در بهترین لحظاتتان برای مردم مظلوم دعا کنین. الحمدلله شرایط یک مقدار داره عوض میشه. اسرائیلی ها خودشان دارن اعتراف میکنن که ما داریم خیلی خلاصه ضرر میکشیم. اونایی که فکر میکردن با یک حمله فلسطین و غزه و مسلمان ها را خلاصه خلاص میکنن، با اینی که واقعا کشورهای اسلامی نتونستن کاری بکنن، اما مقاومت خودشان امروز شرایط عوض کرده. این دلیل اون حقانیت است. حق پیروزه. تکبیر الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خودشان آمدن اعتراف کردن، گفتن در یک برخورد 21 نفر نیروهای درجه یک ما نابود شدن، الان اونا پیشنهاد صلح میکنن، آتش بس میکنن. ما امیدواریم که این مردم برای همیشه نجات پیدا بکنن. این جرثومه فساد باید مدیریت بشه و کنترل بشه. دعا کنیم در هر لحظه ای که با خدا رابطتان برقرار میشه برای این ملت دعا بکنیم. ما برای همه مظلومین دعا میکنیم. مسئله بعدی مسائل داخلی کشور افغانستان است. این بحث انفاق را که مطرح کردیم از باب این بود که خب در خطبه نماز جمعه باید بهترین موضوعات، اساسترین و بنیادیترین و رهگشاترین موضوعات مطرح بشه و شما فکر نکنین همه اینا داخل قرآن ما، در دین ما، در خلاصه روایات ما، در عمل پیامبر و ائمه معصومین و تربیت شدگان اونها هست. یکی از مسائلی که الان مطرح است، یک
خلاصه گزارش هایی که داده میشه، میدونیم رسانه های معتبر از آدرس بازرس ویژه کشور آمریکا برای افغانستان سیگار یه بحث رو مطرح کردن که خب هر 10 روز یا 14 روز حدود 80 میلیون دلار به افغانستان فعلی فرستاده میشه، یعنی تقریبا در ما میشه حالا اگر 14 روز هم بگیریم 160 میلیون دلار. یه گزارش 37 صفحه‌ای خلاصه درباره این پولایی که میاد داخل افغانستان داده شده. یکی از بحث‌ها این است که میگن سوء استفاده میشه از این پول. البته جوابشان هم داده شده، گفته شده، ما بالاخره به اون بحثا کار نداریم، اونی که وظیفه امثال من است اینا رو عرض میکنم خدمت شما رو میشه که خب میگن این پولا در یک جاهای خاص مصرف میشه. ما چند تا نکته رو برای این که بالاخره ما راه رو بر دشمن باید ببندیم، من اصل حرفم که قبلا هم گفتم باید ما یک کار بکنیم که ما نیاز نداشته باشیم کشورهای غیر مسلمان با ما پول بفرسته و ما این امکانات داریم. آقایی اگر پول میفرسته شما فکر نکنید مجانی این پولا رو میفرسته، چی منابعی که ما داریم اینا دارن به یغما میبرن، طلای ما، معادن ما، نفت ما، گاز ما، مس ما، این سنگ هایی که بالاخره این کشور داره، این ثروت عظیمی که در اختیار ما است، اینا بالاخره نتیجه بی برنامگی است. کار ندارم. حالا فعلا در این شرایط چه کار بکنیم که تبلیغات منفی صورت نگیره و وضعیت نرمال بشه؟ ببینید باید تجربه کنیم، از تجربه گذشته استفاده بکنیم. اگر این پولا قرار از سوء استفاده نشه باید یک مکانیزم باشه، یک برنامه شفاف باشه. آقا بخش درمان، بخش مکتب مکاتب، بخش خلاصه منابع عمومی، برق، سوخت، راه‌ها، باید یک مکانیزم شفاف روشن باشه طبق نیازها، طبق خلاصه اصولی کارا صورت بگیره. و الا خود در حکومت قبلی هم سوء استفاده زیاد بود. ما دیدیم اینا که الان فرارن این همه بیلدینگ و ساختمان ها رو بیلد کردن رفتن، اینا چیکار کردن؟ اینا همه کار رو میکردن دیگه. امروز تمام مردم ما از اونا متنفرن نیستن؟ آقا برای که او تکرار نشه بیاین یک مکانیزم گزارش بدیم، گزارش روشن شفاف. اگر این قضیه صورت بگیره حمایت مردم بیشتر میشه، دلگرمی مردم بیشتر میشه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که خب بیاییم اولویت سنجی بکنیم. نیازمندی ها فراوانه، هم بخشای مهم مسائل نیاز و احتیاج رو بررسی کنیم، اولویت ها رو در نظر بگیریم، از کجا شروع بکنیم، هم مناطقه. خب یکی از تبلیغات ها، یکی از خلاصه گزارش ها اینه که به عده ای امکانات داده میشه به عده ای دیگه محرومه. اینا رو بیاییم با یک برنامه ریزی جلویشه بگیریم تا هم تبلیغات منفی نشود و هم جامعه احساس آرامش بکنه. و آخرین نکته ای رو که عرض میکنم و این واقعا خیلی مهم است، مسئولین باید بیشتر توجه بکنن. گاهی شاید برنامه ها سالم باشه اما افراد سودجو از اون رتبه ای که دارن سوء استفاده میکنن و این به شدت فساد جامعه را بالا میبره. کنترل اینا کار سخت است. حکومت ها از این کانال خیلی آسیب میبینن. خشخوری ها، استفاده های ناسالم در کشور ما تبدیل به یک برنامه شده. اگر جلوی گرفته نشود آسیب کلان سراغ مدیران و تصمیم گیران میآید. برای استحکام، برای سلامت عمیقاً باید به این قضیه توجه شود. از وجود انسان‌های آلوده به فساد و سوء استفادگر از موقعیت باید
اینها استفاده نشود و اینها مدیریت شود و کنترل شود. مسئله آخر هرچه مهم است، منتها توجه بیشتر لازم است. اگر هم توجه شده باید بیشتر توجه بشه. مسئله تبعیض، مسئله تعصب است. گاهی خلاصه در کنار خشخوری تعصب را پیدا میکنه و این باعث میشود اوضاع خوب مدیریت نشود، شکننده شود، گاهی تبدیل به یک رسم میشه، تبدیل به یک عادت و به یک برنامه میشه. از بس غفلت سراغ جامعه و سراغ افراد میآید. امیدوار هستیم همه این مراحل برای اصلاح و برای درمان این دردها مورد توجه قرار بگیره. خدایا فرج آقای ما و مولای ما صاحب الزمان برسان، باران رحمتت را بر همه مسلمین مخصوصا ملت افغانستان ببار. خدایا با بی‌نیازی از جامعه ما را از این شرایط و از احتیاج به بیرون و به دیگران مخصوصا غیر مسلمان ها بی‌نیاز بگردان. خدایا عزیزان که با حضورشان همه سنگرها را حمایت میکنن، جوانان و خواهران و برادران که با حضورشان در میعادگاه های نماز جمعه به این برنامه الهی توجه میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. امنیت همه مسلمان ها مخصوصا مردم غزه و فلسطین کشور ما کامل تامین بگردان. پاسبانان امنیت، مرزداران و سنگرداران امنیت کشورمان، خدایا در پناه و عظمت خودت از همه خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.